وزارت دادگستری آمریکا دو شهروند ایرانی رو به دلیل باج‌افشار سامسام و حمله سایبری به نهادهای دولتی این کشور محکوم کرد. محمد مهدی شاه منصوری 27 ساله اهل قم و فرامرز شاهی 34 ساله و متولد شیراز دو هکر ایرانی هستند که به جرم طراحی این باج‌افشار محکوم و تحت پیگرد FBI قرار گرفتند. در پی این ماجرا وزارت خزانه داری آمریکا برای اولین بار دو آدرس بیت کوین را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده. مسئله‌ای که به عقیده برخی کارشناسان اعلانی برای مقامات حکومت ایران تا از نسبت به استفاده احتمالی از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها تجدید نظر کنند. دو شهروند ایرانی محکوم شده در مجموع بیش از 30 میلیون دلار بر زیرساخت‌ها و نهادهای دولتی ایالات متحده زیان وارد کردند و در ازای اون موفق شدن حدود 6 میلیون دلار از قربانیان خود باج بگیرند. دادگستری آمریکا میگه 10 ایالت این کشور مورد حمله سامسام قرار گرفتند. باج افسار سامسام از سال 2015 فعالیت خودش را آغاز کرده بود و گفته میشه در حمله به برخی بیمارستان‌های آمریکا نیز نقش مخرب داشته. بیمارستان هنکاک هلت ایندیانا برای خلاصی از حمله این باج افسار مجبور شده بود از طریق ارز دیجیتال بیت کوین 55 هزار دلار به هکرهای ایرانی پول بده. حمله سایبری به شهر آتلانتا در فروردین گذشته که موجب از کار افتادن برخی خدمات دولتی در این شهر شده بود، یکی دیگه از جرائم این دو هکر ایرانیه. این خرابکاری 2 میلیون 600 هزار دلار هزینه روی دست مسئولان شهر آتلانتا گذاشت. این باج افسار از زمان گسترش به طور مداوم از طرف شاه منصوری و شاهی اصلاح شده. آنها برای حملات خود ساعت غیر اداری رو انتخاب می‌کردند تا میزان آسیب پذیری رو افزایش بدن. FBI میگه این دو ایرانی هم اکنون ساکن تهران هستند.